دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من امروز در خدمتتون هستم با آموزش خوراک زبون. قبل از اینکه کارو شروع کنیم، اگر ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله کنارش رو هم همینطور. بریم ببینیم این غذای خوشمزه چجوری درست میشه. برای تهیه این غذا شما به تعداد دلخواهتون زبون گوسفندی تهیه میکنید، اونا رو خوب تمیز میکنید و پس از اینکه تمیز کردید و غدد و چربی های اضافیش رو جدا کردید کنار میذارید. یک عدد پیاز درشت که اونو چهار قاش کردید، چند تا تکه برگ بو، ادویه های لازم شامل نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه و دارچین. دارچین یه ادویه بسیار خوبیه که میتونه بوی این غذا رو بگیره. و به دلخواهتون میتونید یک یا چند تا تکه ساقی کرفس به اون اضافه کنید. خب ابتدا در قابلمه ای که برای پخت در نظر گرفتید از زبونه گوسفندی رو میریزید، سپس پیاز رو اضافه میکنید، چند تا تکه برگ بو داشتید اونا رو هم اضافه میکنید، ساقه های کرفس رو و سپس ادویه هایی رو که داشتیم اضافه میکنیم. و حالا آب سر این قابلمه میذاریم. چقدر آب بذاریم؟ اینقدر آب میذاریم که دو سوم قابلمه مون از آب پر بشه. لازم تذکره که این نوع پخت فقط بیشتر برای صبحانه و یا برای افطار ماه رمضان کاربرد داره. اگر شما خواستید برای مهمانی و یا برای نهار خوراک زبون درست کنید، اون نیاز به یک سس ایتالیایی داره که با قارچ درست میشه که اونو توی یه جلسه دیگه بعداً براتون آموزش خواهم داد. فعلا این غذا رو برای صبحانه و یا افطار ماه رمضان آماده میکنیم. خب وقتی قابلمه‌مون رو دو سومش رو پر از آب کردیم، میذاریم سر گاز تا جوش بیاد. وقتی جوش اومد سرش رو پایین میکشیم و به مدت 4 تا 6 ساعت اجازه میدیم تا با حرارت کم بپزه، چون بافت زبان یکم سفته و نیاز به زمان پخت زیادی داره. مثلا اگر شما خواستید این غذا رو برای صبح بار بذارید، باید از 12 شب شروع کنید به پختنش تا ساعت 6 یا 7 صبح که میخواید سرو کنید این غذا جا افتاده و آماده است. خب عزیزان، در قابلمه رو میذاریم و میذاریم که به مدت 4 تا 6 ساعت آروم آروم بپزه. غذای ما آماده شده. الان پوست زبونا رو ازش جدا میکنیم و برای سرو آمادش رو میکنیم. خب عزیزان، غذای ما آماده شده. امیدوارم که شما همین غذای خوشمزه را تو خونه درست کنید و در کنار عزیزانتون بخورید و لذت ببرید. یادتون باشه که در کنار این غذا پیاز و آب لیمو حتما استفاده کنید.